گذر اتحاد بکرآباد یا معیاری G11 در ناحیه سوم شهر هرات موقعیت و بیش از 3000 نفر در این گذر زندگی می کنند. اهالی گذر اتحاد بکرآباد با اتحاد و همبستگی خود توانستند گذر را در بخش‌های مختلف رشد و ترقی دهند. گذر اتحاد بکرآباد از شمال با فلکه بکرآباد، از جنوب با گذر بالیان، از شرق با سرک بکرآباد و از غرب با جاده ملت همجوار است. از برنامه خودم می‌سازم، در خدمت شما هستم. امروز آمادیم در نایی سوم گذر اتحاد بکرآباد یا معیاری G11. با ما همراه باشیم با ادامه برنامه. ارتباط به تابلوی ورودی گذر در اتحاد بکرآباد معیاری G11 پیشرفت‌های خیلی خوبی صورت گرفته، ساخت و سازهای خیلی خوبی در جریان هست و متاسفانه تابلوی ورودی گذر هنوز نصب نشده. من از جناب کل سبدمن وعده میگیرم باید نصب بشه. تابلوی ورودی خیلی مهمه، لازمه، ضروریه و من جا داره تشکری کنم. بس تابلوی ورودی هست، خیلی از گذرها که ما میریم بعد از اینکه برنامه خودم میسازم از ثبت میشه و پخش میشه، وکیل صاحبان محبت میکنن، لطف میکنن، تابلوی ورودی نصب میکنن، خیر ببینن و من انشالله وعده رد من از وکیل صاحبان میگیرم که در گذر اتحاد بکرآباد به زودی نصب بشه. ارتباط به تابلوی کوچه های فرهی، همه کوچه ها الحمدلله تابلوی کوچه های فرهی نصب. ارتباط به پلاک، تمام گذر پلاکان نصب شده که من تشکری میکنم، خیر ببینن. و ارتباط به روشنایی داخل گذر، تمام گذر هر پایه‌ای که شما ببینیم پای برق یک LED نصب و در جاهایی که بالاخره LED نصب نشده باشه 100% مردمان عزیز ما بر علاوه که این فضای سبز مد نظر میگیرن، این پاکی و تمیزی مد نظر میگیرن، ادمن مثل عزیز ساکن خوش سلیقه لامپ هم نصب میکنه. و ارتباط به کامراهای امنیتی، جناب وکیل صاحب گفتن که ما هر جا که نیاز بوده کامره نصب کردیم که خیر ببینن انشالله. و تمام گزینه هایی که من صحبت کردم، چون تابلوی ورودی گذر ندارم، من هم از نمره 10-8 میدم و امیدوار هستم به زودی های زودی خلا هم برکنار بشه و تابلوی ورودی نصب داشته باشه. پاکی و نظافت در گذر، در گذر اتحاد بکرآباد معیاری G11 که مربوط نایی سوم میشه، برنامه ریزی خیلی خوب و منظم دارم برای پاک نگه داشتن گذر خود، بر علاوه که برنامه خیلی خوبی دارم، همکارم هستم. ما که اگر از همکاری اینو پرسان نکنیم، ولی وقتی گذر میبینیم که تمیز است، نشان میده که مردمان عزیز ما علاقمندی خاصی دارن به پاک نگه داشتن گذر و به همکاری. خیر ببینن انشالله. در هفته سه بار تنظیف خصوصی میایه، بر علاوه که تنظیف خصوصی میایه در طول روز، بالاخره اگر ساکنین گذرن پوشی پوفک نمکی، قوطی انرژی و بالاخره امثال از اینا که واقعا گذر تمیزی گذر و چالش میکشه، اونا سعی میکنن که امونا هم دور کنن. و من فقط دو نمره ارتباط به پاکی و نظافت در گذر اتحاد بکرآباد کم میکنم از نمره علاق هسته. چرا؟ چون بعض از جاها بالاخره کمتر مد نظر گرفتن که ما امیدوارم اید خیلی کم و انگوش شماری که تمام زحمت های وکیل صاحب، بزرگانی که در گذر ساکن هستن و بالاخره تنظیف خصوصی که میه، اونایی که نادیده میگیرم اینا رو و سعی میکنن که می پاکی و نظافت به چالش بکشم، فقط به خاطر مو اشخاص و به خاطر مو اخلاق بده که نسبت به این مسائل دارن، من دو نمره کم میکنم. وگرنه تمام تمیزی که ما میبینیم خیلی از جادهایی که پاکه، اینا باید نمره علار میگرفتم و تا زمانی که نمره کم نباشه اصلاحی هم نیست، انتقاد نباشه اصلاحی هم نیست. من امیدوارم که صدای من به گوش اوی دکسای کمکاری نمیکنم با تنظیف خصوصی و خیلی ناجوان مردانه اشغال ور میدارن، دم خونه یک دگه میگذارن، واقعا خیلی کار ناپسند و زشتی. امیدوارم که امو اده کمی هم کست انشالله ادایت بشن و متوجه بشن. ارتباط به پاکی و نظافت نمره 8 میگیرن. امیدوار هستم که به زودی های زود در هر گذر که میریم هیچ خلایی نباشه.
وجود فضای سبز، قبل از اینکه من صحبت کنم که در گذر اتحاد بیگرآباد چگونه هست، مردم چقدر علاقمندی نشون میدن و چقدر تلاش صورت گرفته تا فضای سبز ایجاد کنن، تشکری میکنم از این ساکن خوش سلیقه، از این ساکنی که وقت گذاشتن، مال گذاشتن، هزینه کردن و همچون فضای درست کردن. خیر ببینیم دوستان عزیز ما، برادران عزیز ما که بیننده برنامه خودم میسازم هستن، خواهشان غفلت نکنیم، از یک وجب جا برای فضای سبز بالاخره استفاده کنیم. این ساکن گذر ببینیم، تمام از اون طرف هم که دور بزنیم همچون فضای هسته و واقعا من هر چه که نگاه میکنم این خواهران ما، برادران ما از این قسمت پیاده روی میکنن. چرا؟ چون بیشتر ساکنین مد نظر گرفتن و واقعا هم ثواب داره و هم هر کس که رد بشه لذت میبره و شاید با زمان کم، با هزینه کم بشه همچون جای درست کرد. و کلی اگر صحبت کنیم در گذر اتحاد بیگرآباد، همین قسمتی که من استاده هستم دقیقا تمام پیاده روی فضای سبز مد نظر گرفتن که ما امیر میخواهیم داخل خانه، بیرون خانه، بالای در، اگر هر جا جا داریم فضای سبز مد نظر بگیریم و انشالله روزی بشه که ما در هر گذر یک پارک بزرگ تفریحی هم داشته باشیم که میتونیم داشته باشیم انشالله. و من هم ارتباط به وجود فضای سبز نمره کم نمی کنم. چرا؟ به احترام زحمات ای عزیز، با احترام زحمات دیگه ساکنین گذر، و امیدوار هستم کسایی که جا دارم و مد نظر نگرفتم اونا مد نظر بگیرم. ما هم ارتباط به وجود فضای سبز نمره 10 میدیم که انشالله همیشه گذرها به می منوال پاک و سبز باشه. نشستای منظم در شورای گذر در خدمت جناب آقای اسماعیل زاده هستیم و ارتباط به نشستای منظم شورایشان پرسان میکنم که چیگونه هست و چی تعداد عضو داریم و در ماه یا در هفته چند بار شما نشست داریم جناب آقای اسماعیل زاده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت بینندگان بزرگوار که تصویر و بالاخره صورت و صدای ما میشنوند. ما در منطقه بیگرآباد قرار داریم، در ناحیه سوم میشه گذر که بنده اخیر فعلا صحبت میکنم به اتفاق دوستان، گذر جی 11 که یکی از گذرهای ناحیه سومه. ما در هر گذر به حساب هم وکیل داریم و هم رئیس شورا داریم که رئیس شورا باز متشکل از 11 عضو و یک نفرم که خود رئیس، 12 نفرم که در کل این پروسه برای از این ریختم که اگر برنامه عامل منفعی میایه، یک برنامه اجرایی میایه، یک نفر تصمیم گرفته نشه، به اتفاق یکی از اعضا تصمیم گرفته شه که باز بعدن گلایه و مثلا شکایتی نباشه. هر برنامه لازم ما اجرا کنیم معمولا در ماه یک بار یا دو بار به صلاح دید. بیشتر هم سعی میکنیم جلسات خوب خاطر بس معنوی در مسجد برگزار کنیم، اعضا جمع میشن در مسجد یا کل اعضا قسمتی از اعضا بعد از نماز به شور میگذاریم مسئله کنیم. مثلا فرض کنیم ما هم در امو گذر اگه نور کم داره ما هم LED بگذاریم، نظر اعضا میطلبیم، اگه بحث بودجه‌ای باشه بودجه‌ای برنامه‌ریزی می‌کنیم و بعد هم انشاءالله اجرا می‌کنیم که باز بعداً گلایه و مشکلی وجود نداره. بله، شما صحبت‌های کلی داشتیم، خیر ببینید انشاءالله کوتاه چقدر دستاورد داشتیم آقای اسماعیل زاده در شورای خو. الحمدلله ولمنه این مدتی که بنده اخیر هستم رئیس شوراهای همجوارم، بعد یک جالب توجهی که ما این قمنی فقط یک شورا ما باشه، شورای باز جی 14 که در همجواری ما قرار داره، ما با اونام همکاریم، یعنی با هم تقریبا پروساخ پیش میبریم. خیلی خوب. ما از همین ساحه جی 11 به حساب که شروع میشه تا انتهای بیگرآباد و بعد از او از قسمت خیکی هم که هسته به همکاری رئیس شورای جی 14 ما اونجوری هم LED گذاشتیم به همکاری هم دیگر. بسیار شما اگر مثلا شب ببینید که خیلی نور بسیار خوبی در نظر امنیت خوب شده، هم نظر رفت و آمد مردم خیلی راحت‌تر و بهتر شده و راضی هستند. بله، خیر ببینیم انشالله که همیشه همکار و همیار باشیم، نشست‌های شما منظم باشه، ارتباط به نشست‌های منظم اعضای شورا هم نمره علار می‌گیریم که مبارک شما باشه. ارتباط به کانال های گذر در اتحاد بیگرآباد میاری جی 11، کانال های میاری ساخته نشده،
و خب خدا را شکر برنامه دارند، تحت پلان هست که کانال بزرگی عمومی رد بشه از این گذر، انشالله هر چیز زودتر این اتفاق خوب بفته. و ارتباط به کنگره جاده ها، جاده های بزرگ اینا اسفالت شده، کنگره شده، فقط یک جاده که به قول خود وکیل صاحب و رئیس شورا میاری نیست، او اسفالت نشده و کنگره نشده، که انشالله برنامه رو از او هم دارن که هم میاری بشه و هم به زودی های زود اسفالت و کنگره بشه. و ارتباط به عقب نشینی در گذر، جاده هایی که شما نظارگر بودیم بزرگ هست، مردمان عزیز ما قبلنا مد نظر گرفتن، خب اگر جای بازم میطلبه که عقب نشینی مد نظر گرفته بشه حتما مد نظر بگیریم، چون مهمه. ما در این گذر کام آدیم، جاده های بزرگی که میبینیم اینا حاصلی از خودگذشتگی عزیزانیه که چند وقت پیش یا چند سال پیش بالاخره که وقتی میخواستن بسازن عقب نشینی مد نظر گرفتن. و خوبه شما کسایی که قرار خونه بسازیم مد نظر بگیریم که به 10 سال بعد 15 سال بعد باز پشیمونی نداشته باشه. چرا؟ چون باز نیازیه که جاده ها بزرگ باشه. ارتباط به این گزینه هایی که ما صحبت کردن، چون کانال بزرگ ندارن، کانال عمومی ندارن و کنگره تن یکی از جاده اینا نشده، من ارتباط به اون نمره 6 میدم و امیدوار هستم که به زودی های زود کانال خیلی خوبی هم در این گذر خیلی خوب داشته باشیم ان شاء الله. وجود فرس معرومان در نایی سوم گذر اتحاد بگراباد میاری جی 11 برنامه ریزی خیلی خوب دارن، اما کمکی به دسترس ندارن. جناب وکیل سه گفتن از روزی که من به عنوان وکیل اینجا بالاخره موظف شدم، یک بار کمک آمده از یک مؤسسه که ما گفتن شما اول سروی کنیم بعد ما کمک میدیم، و ما هم گشتیم و فقیرار بالاخره شناسایی کردیم، اونایی که خیلی فقر اینا زیاد بود و باید کمک میشد و نیازمند حقیقی بودن، گفتن 40 خونه رو ما برای اینا پیشنهاد کردیم، اونا 10 خونه برای ما کمک کردن. ببینیم دوستان عزیز ما، تجار عزیز، خیرین عزیزی که بیننده برنامه ما هستیم، خوبه که شما هم همکاری داریم و همکاری های شما بیشتر بشه. فعلا شرایط طوریه که میطلبه باید همکاری بیشتر داشته باشیم. اگر مؤسسه 10 خونه کمک کرده، بعد از ختم برنامه انشالله شما کسایی که در امی گذر ساکن هستیم به سراغ وکیل سه بیم بگیم که او سی خونه رم ما کمک میکنیم و خیلی هم خوب میشه. امیدوار هستم که جناب آقای کاظمی مواظب باشیم، که امیدوار هستم که روز برسه فقر نباشه و ما میتونیم دست به دست هم بدیم و فقر ریشکن کنیم با اشتغال زایی، با کارآفرینی، با کمک کردن به هم دیگر، با راه نشون دادن به هم دیگر، با کار نشون دادن به هم دیگر. و من هم چون برنامه خوبی دارن و اونا هم سعی میکنن که تجار تشویق کنن، بنیادهای خیریه تشویق کنن، من هم نمره الار میدم، انشالله که مبارک شان باش. ارتباط به موانع مقابل دکانها یا درست پارک نکردن موتر و یا با سرعت بردن، ببینین دوستان عزیز من، یک خواهش برادرانه دارم از عمومی کسایی که موتر داریم، خداوند نعمت موتر به شما داده، نعمت وسایل نقلیه برای شما داده، به خوبی استفاده کنیم و هیچ وقت باعث آزار و اذیت کسی نشیم. ببینیم باید با پارک کردن مد نظر بگیریم، امثال از این دوست ما نگاه کنیم اینا چی رقم پارک کردن. ببین من و شما دست به دست هم بدیم، تعهد بسپاریم که در هر جایی که ما پارک میکنه اول یک نگاهی بندازانیم، مقابل پارکینگ نباشه، مقابل خانه کسی نباشه، باعث آزار و اذیت کسی نباشیم. پیاده رو به چی شک بالاخره بعضی‌ها میگیرن بند میکنن و بعض اینام کنار سرکر به چی شک بالاخره بند میکنم. امیدوار هستم که کمتر اینا رو ببینیم و میطلبه که باید مد نظر بگیریم. و ما هم در گذر اتحاد بگراباد متاسفانه خلاهای داشت و من نمره دور میدم، سه نمره کم میکنم. امیدوار هستم که این خلاها ما در هر جایی که هستیم بالاخره برطرف کنیم، چون متاسفانه این معذلی که من ارتباط به درست پارک نکردن موتر گفتم در هر گوشه کنار شهر متاسفانه معلوم میشه و خوبه که اینا رو مد نظر بگیریم. و یک خواهش عاجزانه تقاضا دارم از جوانان و نوجوانانی که با سرعت زیاد موتور میبرن در کوچه پسکوچا، اینا مد نظر بگیرن که خیلی از بزرگا ریش سفیدا اذیت میشن و ایفه که شما با یک سرعت بردن یک ریش سفید را اذیت کنیم. و نمره دور گرفتم، امیدوار هستم که روز ما در هر گذر میریم ارتباط به این مسئله نمره 5 بدیم و هیچ خلایی ارتباط به این مسائل نباشه.
شهروند مسئولیت پذیر در خدمت آقای ساحت هستیم، یکی از ساکنین گذر اتحاد بکرآباد میاری جیازده که از جناب آقای ساحت میپرسم که یک شهروند چی وظایفی داره در قبال گذر و در قبال جایی که ساکن به زندگی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. من آقای ساحت هم نهی بکرآباد خدمت شما. حساب شهروند یک چیزی هست که میگه شهر ما خانه ماست. هر کس که اگه احساس مسئولیت پذیر باشه، شهر مثل خانه انسانه. از اون بنده خدا که هستم مثلا نگه میکنی راحت رایت نمی کنم. نه چیزی هست که همگی نمیشه این بغده شروعی باشه، بغده همگی ما باشه. من هر کدوم ما شما تک به تک مسئول این کمی کاری که دست ما برمی انجام بدیم. خوشبختانه نمیشه هنوز دست از شروعی میام جوار پاک میکنم، از خلال بیاد گوشه میرزم، خلاصه باد یک سه چهار روز دیرتر اینا میام، اونا پس دوباره همون باد اینا رو خشک میکنم، باد پلاستیکا از اینا نیبری بر میکنه. امیدوارم که انشالله همون که برمی دارم باز سبایی بتونم بیا باز همین آشخالا جمع کنم. دیگه هر کدوم ما و شما بعد یک قدمی برداریم، به یک به شهرولی نمیشه، به وکیل گذار نمیشه. هر کدوم ما و شما مسئولیت داریم که همین کاری که دست ما برمیه وظیفی خود انجام بدیم. کوتا جناب آقای ساعت عزیز، شما در همینجا ساکن هستیم، چقدر رضایت بخش وظایفی که ساکنین گذر انجام میدم های برای شما رضایت بخش هست؟ ارتباط به تنظیف خصوصی، ارتباط به فضای سبز، ارتباط به روشنایی. الحمدلله که ما که به این چند وقت 37 ساله بر اینجا زندگی میکنیم، خوب الحمدلله بلالله که خدا اثبات بشده. دیگه یک خوردی همین سرکا جاده همه که چراغونی شده، همین جاده اصلی ما و شما نمیفهم دیگه از حساب چی مشکلیه. همین همکدی اگه بشه از حساب شاروالی، اگه حساب وکیل گذار، از حساب شخصی، از مردم کل جمع میکنه هر رقم کسته. دیگه حساب خود از این همین برق و چیز کسته امنیتی وجود میاره و زیرای شهر بود. واقعا صحبت‌های همه جانبه داشتیم، ان شاءالله که همه ما به عنوان شهروند مسئولیت پذیر وظایف مسئولیت خود نظر بگیریم. من هم ارتباط به شهروند مسئولیت پذیر نمره 8 نمیدون که مبارک شان باش. زنده باشین. موفق باشین ان شاءالله. بر مسیری که هستیم در پناه خدا باشین. ارتباط به وجود مراکز آموزشی و ورزشی در گذر اتحاد بکرآباد میاری G11 سه مکتب خصوصی وجود داره که نشان میده مردمان عزیز ما علاقه مندی خاصی دارن و دانش آموزان عزیز ما هم با انگیزه والا و بالا برای درس خوندن میآیند. انشاءالله که موفق باشن. و ارتباط به وجود مراکز ورزشی، متاسفانه در گذر باشگاه ورزشی نداریم و ما امیدوار هستم که جناب گیل صاحب، اعالی شورا، رئیس شورا، اینا دست به دست هم بدن یک باشگاه ورزشی بالاخره در گذر ایجاد کنن برای از اینکه جوانان عزیز ما در اوقات بیکاری بالاخره برن ورزش کنن. جناب گیل صاحب، آقای یعقوبی گفتن که ما در جوار گذر باشگاه ورزشی زیاده داریم و اگر نیازی بود حتما در گذر خود خواهم شما باشگاه مد نظر بگیریم. و ارتباط به وجود مراکز آموزشی و ورزشی نمره افتر میدوم، انشالله که به زودی های زود بیاییم و یک باشگاه ورزشی خیلی خوب، یک چمن فوتبال خیلی خوب و بالاخره اگر اینا باز نمیشد حداقل جای برای بچه ها که بالاخره استرادگاهی باشه، محل تجمعی باشه مد نظر بگیرن تا از اوقات بیکاری خوب به بیترین وجه استفاده کنن، یا مطالعه کنن یا ورزش کنن. اینا در گذر مهمه، لازمه و ضروریه. امروز در نایی سوم گذر اتحاد بکرآباد میاری G11 در خدمت جناب مرتضی جان یعقوبی وکیل گذر بودیم که گذرشان از ابتدای گذر که تابلی ورودی گذر تا انتها که ابتکارات در گذر، مجموع نمراتی که گذر نواخو اختصاص داد 78 نمره که نمره کمی نیست، فقط نمراتی که کم گرفتن ارتباط به تابلی ورودی گذر که ما وعده ان شاء الله شما میگیریم که طبق وعده‌ای که شما دادیم و گفتیم به زودی نصب بشه ان شاء الله. گفتنی شما رو میشنویم جناب آقای یعقوبی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. اول که معرفی کردیم مرتضی یعقوبی هم وکیل گذر نایی سوم گذر G11 اتحاد بکرآباد. تشکر میکنم از شما و همکاران شما که تشریف آوردیم به گذر ما، یک مصاحبه داشته باشیم خود ما هم منطقه ما. تشکر میکنم بازم خدمت شما عرض شد که ما گذر که ما داریم با همکاری مردم خود، با همکاری اهالی منطقه و رئیس شورا و اعضای شورا تونستیم تا حدودی جمع جور کنیم گذره. گرچه خود مردم هم مردم تمیزی هم، مردم برابری هم، مردمی هستم که هیچ وقت آشغال و هیچ چیزا به جای نمیندازم و یکم مردم آرومی هم این منطقه. بله.
خب دیگه او چیزایی هم که شما گفتیم در برابر در حساب تابلو اینا بوده. خب تابلو هم قرار شده که یک تابلو جدیدی بیان اینجا نصب کنم، رنگی البته تغییر بدم. دیگه ما منتظر همو هستیم که ببینیم چی رنگ قراره که بر ما بگم، ما همو رنگ استفاده کنیم انشالله به زودی های زود رنگامیزی بشه. و 78 نمره هم نمره کمی نیست. اگر گفتنی خاصه داریم کامره شبکه جهانی اصلاح در خدمت شما هست جناب آقای یعقوبی. گفتنی من از مردم تنها نه از این گذر به تمام مردم ولایت ایران که هم خود دولت هم کار باشم، هم خود اینا سعی کوشش کنم که همین کشور بر ما رب داره. ما خود ما بگر دوابادی و آرومی و پیشرفت یک کشور خود ما بگر تلاش کنیم. بله. کس دیگه نیه. فقط همین پیام همینه برای مردم که همین زحمت رو بکشم که همین کار بکنم. حتما انشاءالله. انشاءالله که پیام آقای یعقوبی عزیز همگی مد نظر بگیریم. کشور ماست، از خود ماست و باید همه تلاش کنیم. موفق و کامیاب باشیم. خیر ببینیم شما هم زحمت کشیدیم با ما کل گذر گشتیم. دوستان عزیز ما این بود برنامه این هفته خودم استازمت. تا برنامه دیگر الله نگهدار.